درود عزیزان دلم، حال و احوالتون چطور؟ امیدوارم که تندرست و خرسند باشید. جلسه 36 از کلاس های آنلاین رایگان انگلیسی مثل آب خوردن رو در خدمت شما جانان هستیم، با حضور شما از سرتاسر دنیا. در این جلسه ادامه میدیم 1000 جمله اساسی، ضروری و حیاتی انگلیسی رو، و البته همونطور که در جریان هستید ما 1000 جمله رو فقط کار نمیکنیم، نزدیک 7-8 هزار جمله رو داریم تو این کلاس ها کار میکنیم و تا الان پیش اومدیم با هم. ضمن اینکه برای هر جمله ما چند تا جمله مثلش، شبیهش و یا مرتبط بهش رو با هم پیش میبریم. سپاسگزاریم که با یک لایک کوچک این ویدیو رو حمایت و همراهی میکنید و ما اجازه میدید که کلاس ها رو ادامه بدیم، رایگان در خدمت شما باشیم، و با یک کامنت کوچک اعلام میکنید که این درس چقدر تونسته بهتون کمک کنه و به ما نظر خودتون رو اعلام میکنید. بریم جلسه 36 از کلاس های آنلاین رایگان انگلیسی مثل آب خوردن. خب what do you recommend؟ recommend یعنی توصیه کردن. در اینجا W رو من یه بار براتون توضیح میدم. وقتی که W رو قرار است تلفظ بکنید اینجا، چون صدا شما در فارسی نداریم، بچه همه V تلفظ میکنن. قبلا هم گفته بودم لبهاتون باید حالت لوله‌ای باشه. لبها که حالت لوله‌ای باشه W رو میتونید، هوا که خارج میشه میشه و و و. what یعنی چه چیزی یا آن چیزی. What do you do برای فعل کمکی در اینجا برای سوالی کردن اومده. You recommend، شما چی توصیه میکنی، چی پیشنهاد میدید. What do you recommend؟ یه نفر میپرسه، یه نفر جواب میده. کسایی که دستای همه پایین، اولی میپرسه، دومی جواب میده. اگر میتونی جواب بدی دستتو بگیر بالا. مشکلات تلفظی رو رفع خواهیم کرد با هم. فرزانه بی کناری بپرسید لطفاً. آفرین فرخنده، جواب بده. What do you recommend؟ I advise read English. نه دیگه، اینجا recommend توصیه است. من خواستم فرقش رو بفهمم که گفت. Recommend توصیه است، advice no. نصیحت. فرق میکنه با. I recommend to you. تو چی لازم English. نداره. I recommend something. Recommend. I recommend. Today soup. Yes. Soup توصیه کنید. ناهید نوابزاده، soup توصیه کنید. بله. I recommend to you eat soup. گفتم to you نداره. لیلی فرامرزی، سوپ توصیه کنید. صدات نمیاد. علی فعال، پیتزا توصیه کنید. I recommend pizza. Okay. I recommend. Okay. I recommend pizza. پیزا نداریم ما. بچه ها کلمه ای به اسم پیزا در انگلیسی وجود نداره. پیتزا همون چیزی که تو فارسی میگی. چرا اذیت میکنی خودتو؟ یاسمن ملک بپرس. ته نداره که آقای دکتر وقتی مینویسن. وقتی مینویسن بله، ولی دوتا زد پشت سر هم تزه خونده میشه. آها. مثل متشکرم. پیزا. پیزا وجود نداره تو انگلیسی. یاسمن ملک بفرمایید. I recommend soup. Recommend عرض کردم. بچه ها recommend. دارم برای همتون توصیه میکنم. اوکی؟ برای همتون دارم میگم. حواستون باشه مشکل تلفظی نداشته باشی اومدی بالا. بگلری چیکن استرپس بچه ها استرپس آیش آیه کوتاهه، چیزی که شهناز دباغ پرسید. چیکن استرپس ای نداره اولش. بگلری ببینم درست میگی. سویلا بگلری، I recommend strips. Strips chicken strips. امیر بپرسه chicken strips. That's fine. امیر بپرسه What do you recommend? Okay. مجید مسعودی زاده به پاسخ بده. I recommend sushi. Okay. I recommend omakase. Okay, thank you very much. مریم پوریا با پروانه ارتباط دارید، آیدیشون هم دارید. در گروه ارسال تمرین که بچه ها اونجا تمریناتتون رو چک میکنن، لطفاً از پروانه جان بپرسید، با هم مشاوره کنید و کمک بگیرید که بتونید مشکلش رو حل کنید. باید به هم کمک کنیم دیگه. هدف اون گروه ارسال تمرین در واقع بورسیه است. بچه ها بورسیه چجوری؟ کانادا امریکا رایگان بورسیه میده بهت، میگه بیا اینجا درس بخون. خب ما هم رایگان بورسیه دادیم به شرطی که به هم کمک کنیم. و همکاراتون عاشق آرام شد. از بچه های دیگه کمک بگیرید. خب بریم بعدی. ببخشید سوال داشتم. این واژه در مورد همین جمله
این کلمه recommend فقط در مورد توصیه غذایی استفاده میشه، میتونه برای اصطلاحات دیگه هم استفاده هر چیزی recommend توصیه what do you recommend What is your shoe size? What is your shoe size? Shoe که شوه. What میتونید قبلا گفتیم. What is رو لپا حالت لولهی که در W باید باشه. What is میتونید اینو بر ببخشید. میتونید اینو بردارید جاش آپاسترفی میاد میشه What's. What's your shoe size? سایز کفشت چیه؟ چرا اینجا S نذاشتی؟ ما همیشه S دیده بودیم بر بعد از shoe. Shoes چون دوتاست. یه جفت کفشه دیگه اسم میخوره، اما اینجا داره به کلیت کفش اشاره میکنه. حتی اگه بگه shoes size اوکیه، ولی ببین shoes size اذیت میشه دیگه. آدمیزاد هم کلن تنبله، کلن چیزای راحت میخواد. shoes size مثل همون عزیزانی که مثلا الان بهشون بگیم آقا یه قطره داریم، یه میلیون نفری بدید این قطره رو میفرستیم، زبان را میفته، ترجیح میده اون کار رو بکنه ولی کلاس رایگان نیاد شرکت کنه، تمرین کنه. آدمیزاد همینه. shoe size یعنی سایز کفش. سایز هم یعنی سایز دیگه. بلد. What's your shoe size؟ در پاسخ میتونی بگی I wear، من میپوشم مثلا شماره کفشت. اگه بخوای شماره کفش ایرانی بگی که چه میدونم از 34 شروع میشه تا 47-50. اگه بخوای امریکایی بگی که اون سایزش مثلا ممکن از 8 شروع بشه تا حالا 11-12. یه نفر میپرسه، یه نفر جواب میده. فهیم عرافی بپرس، پروین ثانی جواب بده. What's your shoe size؟ بچه؟ I wear 38 size. I wear 38 size. دیگه لازم نیست. I wear 38. Yeah. پیچیده‌اش نکن. Keep it short, keep it simple. اوکی؟ بسته بلند، اون بسته بود. حالا دفعه بعد صدا کردم تشریف بیارید. تی فخیمی بگه What's your shoe size؟ زهرا شمن جواب بده. What is your shoe size؟ میتونی بگی What's your shoe size؟ دوباره بپرس. What's your shoe size؟ شمن جواب بده. I wear 39. 30. تی چتون رو دقیقا دارید ته میگید. بله، مثل 99% ایرانی ها. سارا زمانی بپرسه، محسسیان جواب بده. What's your shoe size؟ محسسیان به جای I wear میتونی بگی I want، من میخوام. مثلا رفتی بخری دیگه، I want a مثلا اون سایزه. بگو I want a 10. اوکی مشخصه. میتونید در پاسخ در قسمت کامنت بنویسید، این بعدا ویدیو رو میبینید در یوتیوب، میتونید روش بنویسید I wear یه سایزی، یا I want مثلا برای خریدار، I want a یه دونه سایز مثلا فلان رو میخوام. اونجا a دوباره برمیگرده به سایز نه به کفش، پس a درست از نظر گرامری. اوکی، would you like dessert؟ dessert یعنی دسر دیگه، تو فارسی میگیم دسر. دسر معمولا یه چیز شیرینیه با غذا میخورن، ایرانیای قدیم هم میخوردن خیلی، با معمولا با غذاهای سنگین مثل آش رشته، یا غذاهایی که مثلا مثل ماکارونی که همش نون بوده توش یا آرد بوده باش چیز شیرین میخوردن. الان هم هست، معمولا یا مربا میخوردن یا حلوا میخوردن یا بستنی میخورن که راحت اونو هضم کنه. دسرت یعنی دسر شیرین، چیزی که معمولا شیرینه. Would you like dessert؟ دسر میخوای. حالا فرزانه میپرسه، فرزانه شبانی میپرسه، بهروز اسدی جواب میده. بهروز اسدی میگه اون چیزی که میخواد و میگه، ببینیم چی میگه. بپرس. Would you like dessert؟ Yes, I like ice cream. I would like. Okay? I like, yes. I would like. لپا هم حالت لوله‌ای وقتی که would رو داری میگی. I would like. Would you like dessert? Sure. Ice cream, please. یا میتونید مؤدب کول کامل تر بگی I would like. بچه ها چیزی رو درخواست خواستید بکنید در انگلیسی I would like ice cream. تعدادش رو نگفتی. بعدش ممکنه بگه How many ice cream would you like?
تعدادش رو ممکنه بپرسن. میتونی بگی just one یا به تعداد افرادی که هستی. I would like dessert. Yes, please. Ice cream. اوکی، مشخصه. چیز خاصی هم نداره. بریم بعدی که برسیم به جملات. You are very beautiful. یا beautiful. American tea اگه بخوای تلفظ کنی. مثلا بچه نیویورکی میتونی بگی American tea. You are very beautiful. نیلوفر بگو you are very beautiful. آها. You are که نکات تلفظ گرامریشو براتون بگم. ساده است. You are تو هستی very خیلی beautiful. Beautiful رو میگیم. حالا به جای beautiful میخوام یک صفت قرار بدی. اسما رو میخونم. صفت قرار بدی. نمیگی دیگه beautiful. خب امیر بگه. You are very handsome. آفرین. You are very handsome. خیلی خوش تیپی. میترا یزدیان بگه. ممنونم امیر جان. You are very nice. یزدیان. You are very nice. خیلی خوبی. ممنونم. ندا تی اس بگه. You are very pretty. 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 یاسمن ملک بگه. ممنونم. You are so cute. You are so cute. یا بله. به جای very as so. یعنی این چنین یا خیلی. کیوتی. کیوت یعنی بامزه. نیلوفر زهیری بگه ببینم چی میخواد بگه. You are very gorgeous. You are very gorgeous. Gorgeous یعنی جذاب. اون موقع از گرجس اومده. گرجستان مال ایران بوده دیگه نه؟ دخترای گرجستانی باعث شدن کلمه گرجس یعنی گرجستانی وارد چی بشه؟ فرهنگ انگلیسی بشه. فکر نکنید فقط کلمات فرانسه و انگلیسی اومده توی فارسی. گرجس، گرجستان مال ایران بوده دیگه. چیز عجیب غریبی که نیست. مال پرشیای بزرگ بوده. همونی که من میگم درود بر ایرانیان، منظورم از مرزهای چین تا اندلسه گرجستان هم جزش بوده. گورجس یعنی گرجستانی. احتمالاً دخترهای بسیار جذابی داشته که وارد کلمه انگلیسی شده. گورجس، جذاب. رابرت اوپنهایمر، سو کالد ماریا. بپرس. بگو در واقع. جواب بدم یا سوالو بخونم استاد؟ سوال نیست. کلاً باید عوض کنی به بگی. You are very خسیس چی میشه استاد؟ Stinky. اوکی. فهیم عرافی. خیلی ممنون. لطف کردی. فهیم عرافی. You are very handsome. Very, very. ماریا وی تو دابلیو گفتی. حالا بلعکس. پروین سانه ای. بگو یه چیزی. You are very kind. تو خیلی مهربونی. تی فخیمی بگه. You are very respect. Respectful. محترم. Yes. ممنونم عزیز دلم. You are very respectful. خیلی محترمی. نیلا لیلا. بگو. You are very rich. Rich. خیلی پولداری. دقیقا ثروت به پول نیست البته. You are very rich. شما خیلی ثروتمندی. غنی هستی. زهرا شمن بپرس. ببخشید. بگو جمله رو. You are very smart. شمن یعنی کاری نکن کلن از کلاس ها بلاکت کنم. الان چی گفتی برادر از این همه کلاس؟ You are very smart. اشو از کجا آوردی؟ نه، smart. آها. سعی کن با خودت تمرین میکنی درست کنی. درست نکنی این تمرین ها کلاس ها به درد خودت نمیخوره. به درد فامیلای پدریت میخوره. عمم ندارم. آه حالا دیگه به درد عمت میخوره. لیلی فرامرزی. بگو. You are very چی؟ strong. من که نمیشنوم. You are very sad. خیلی غمگینی. بله. اوکی. نفیسه شیرزایی. بچه وقتی صحبت نمی کنید میکروفونتون قطع. به خصوص بهروز اسدی. بله. بفرمی. نفیسه شیرزایی. You are very beautiful. یه بار دیگه بگید. You are very beautiful. You are very useful. خیلی مفیدی. منظورت مفیده؟ Yes.
خب مفید به آدم نمیگن، ولی خب بیشتر به ابزار و شیء گفته میشه. ولی اوکی. نه فاطمه تاجیک بگو. You are very attractive. Attractive. ایش شواست بین ای و ای. Attractive. You are very attractive. یه بار دیگه بگو. You are very attractive. Attractive. Attractive بیشتر به خانوما میگن تا به آقایون. به آقایون میگن handsome. Handsome. خوشتیپ. علی فعال. بگو ببینم چی میخوای بگی. You are very kind. You are very kind. Kind دو تا معنی داره. همه رو گفتم. جان. چیز دیگه پیدا نکردم. همه رو گفتم. I mean, kind دو تا معنی داره. یه معنیش یعنی نوع. نوع A نوع B. یه معنیش یعنی مهربان. Kind. You are very kind. امین رضوی بگو ببینم چی میخوای بگی. You are very honest. You are very honest. Honest با H رو. یعنی You are very angry. You are very angry. خیلی عصبانی. پروانه گفت You are very honest. خیلی صادقی. هیچ کدومتون نگفتی چرا You are very crazy. کلاس رایگان چرا برگزار میکنی؟ Are you crazy? دیوونه ای؟ You are very thoughtful. No, I'm not. You are very crazy. You are very smiley. خیلی دیوونه ای که کلاس رایگان برگزار میکنی. Why? Why you are very friendly. You are very kind. Thank you very much. You are very jealous. Just kidding. Who are you talking to? یه حرف بدی زده. حالا شما مثلا گفتید که به من گفتید چی؟ به من گفتید Are you crazy? من میگم Who are you talking to? با کی داری حرف میزنی؟ یه نکته خیلی ریز داره اینجا بچه ها. قبلا گفته بودم الان دوباره میگم. اینجا Who که این دابلیوش که میره پیش کی؟ ملکه الیزابت. این اصلا نمیخونید. Who are you که مشخصه، یعنی چه کسی داری تو talking to. اینجا are و talking چون حالت ing و are یعنی حال استمراریه، این پرسشیش کرده و با wh پرسشیش کرده. Who are you talking to؟ با کی داری حرف میزنی؟ داری با کی حرف میزنی؟ منظورت منم. Who are you talking to؟ یا پشت تلفن داره زیادی با یه مقدار مشکوک رفتار میکنه، با یه نفر داره با تلفن صحبت میکنه، میگه Who are you talking to؟ بچه ها اینجا تو رو نگاه کن. Talk to، حرف اضافه talk همیشه توه، نگی talk with، چون به دلیل اشتباه انتقال زبانی چون ما تو فارسی میگیم با چه. ببین اینجا نگاه کن، ممکنه به جای این با بگی with، اشتباس. پس حرف اضافه talk همیشه توه. Who are you talking to؟ در پاسخ میگی I'm talking to someone. ببینم چقدر میتونی فان کنی پاسختو. اوکی؟ فرزانه شبانی بپرسه، علی فعال جواب بده. Who are you talking to? I'm talking to madman. اوکی. I am talking to. علی جان. I am talking to. پریسا جمالی بپرسه، نیلوفر زهیری جواب. ببینم چقدر فان میدی به قضیه. پریسا جمالی بپرس، میکروفون روشن کن بپرس، صدات نیومد، فیلتر شکنه تو قطع کن عزیز. مسعودی زاده بپرسه، نیلوفر زهیری جواب بده. Who are you talking to؟ Who are you talking to؟ نیلوفر جواب بده. I'm talking to my grandma in my dream. Okay. I'm dreaming and I'm talking to my grandmother. Okay? Okay. حسن بپرسه، شاپور جواب بده. Who are you talking to? آفرین حسن. I am talking to my mother. Okay. خداحافظشون کنه، اگر نیستن روحشون شاد باشه. شیرین سرافرازی جواب بده، فهیم عرافی بپرسه. Who are you talking to? I'm talking to me. I'm talking to myself. To me هم اوکیه، ولی I'm talking to myself. دارم با خودم حرف میزنم. دقیقاً یکی از اتفاقاتی که شیرین داره، بچه ها شیرین داره دقیقاً اتفاقی که براش افتاده رو، حالا اگر اشتباه میکنم شیرین بگو، براش اتفاق افتاده رو داره میگه. شیرین در پروسه یک جهش در یادگیری انگلیسیش الان،
و داره کلاس‌های رایگانت ارسال تمرین رو شرکت میکنه. یعنی یه بورسی هست که ما گذاشتیم برای بچه‌ها رایگان میان و بچه‌های دیگه ارسال تمرین میکنن و هم به هم دیگه کمک میکنن که رشد کنن. الان دقیقاً زندگی شیرین اینجوری شده. دقیقاً با خودش انگلیسی حرف میزنه. داره وصف حال خودش رو میگه. درست میگم شیرین؟ دقیقاً. اوکی. پروین ثانعی بپرسه، سارا زمانی جواب بده. Who are you talking to? Okay. I'm talking to my love. Okay, با عشقش صحبت میکنه. فقط حواست باشه اینجا بچه نشست. Okay, نسرین توسلی بپرسه، نسرین معالی جواب بده. دو نسرین در یک سرزمین. چه عجب. Who are you talking to? I'm talking my son. I'm talking to. My son. I'm talking my to my son. دقتتو ببر بالا نسرین معالی. از این ببر. اوپنهایمر بپرسه، نوابزاده جواب بده. نوابزاده هول نشو باشه، با آروم با آرامش. Who are you talking to? یا خدا. I'm talking to my friend. اوکی آفرین. ببین چقدر آرام بدون استرس گفتی، خوب بود. محسسیان بپرسه، نیلا لیلا جواب بده. I'm talking to my husband. صبر کن. یه بار دیگه بگو نیلا لیلا. I'm talking my husband. آقا جون، تو رو چرا گفتم تو داره؟ talk حرف اضافه تو. Sorry. I'm talking to my husband. خدا حفظش کنه. فهمیدیم شما گیرت اومده یه شوهر تو این بوی شوهری. کو شوهر؟ لیلی فرامرزی بپرسه، تی فخیمی جواب بده. Who are you talking to? I'm talking to my teacher. I'm talking to my teacher. آفرین به این خلاقیتت. آفرین به این ذهنیتت. یاسمن تقویان بپرسه، فرخنده قصری جواب بده. Who are you talking to? We are talking to the best teacher at work. In the world. Thank you very much. We are talking to the best. وقتی بخوایم بگیم بهترین، یه تی اچ هم میخوره، تی اچ ای هم میخوره بهش. We are talking to the best teacher in the world. ما داریم، یعنی خطاب مخاطبمون در این صحبت، the best teacher in the world. بهترین تیچر در دنیا. Of course I'm not a teacher, I'm a coach. I'm a leader, of course. Anyway, پروانه بپرسه، and thank you very much for your kindness, sir. پروانه بپرسه، فرزانه بیکناری جواب بده. ببخشید پروانه جان، عذرخواهی میکنم، دوباره بپرسید. Who are you talking to? I am talking to my daughter. My daughter. I'm talking to my daughter. Okay. بیگلری جواب، سبحان ربانی بپرسه، بیگلری جواب بده. Who are you talking to? I'm talking to my uncle. I'm talking to my uncle. با عموم دارم صحبت میکنم یا دایی. عمو، دایی، شوهر خاله، شوهر عمه، شوهر نمیدونم کی. اینا همشون تو انگلیسی میشه uncle. حالا الان سوال برات پیش میاد، چه جوری؟ خب اگه میگه آنکل، چه جوری میفهمن که کدوم آنکله؟ مثلا عموشه، داییشه، شوهر خالشه، شوهر عمشه، چه جوری؟ بعد اگر لازم باشه ازت میپرسه. What do you mean by saying uncle؟ بعد میتونی بگی که my mother's brother. اوکی؟ پس اینجا اینم حل شد. اوکی؟ نکته گام به گام. ببین تو این، ببین بچه‌ها اگه دقت بکنید، الان تو این پاسخهایی که شما میدید نکته پیش میاد، با هم حلش میکنیم. اینجوری انگلیسی یاد میگیرن. دستت پایین بگلری. ندا تیس یه لحظه سب کن، همین رو بپرس. ندا تیس جواب بده تا بعد سوالت هم بعدش بپرس. بگو Who are you talking to? Who are you talking to? ندا تیس جواب بده. I'm talking to senator. Senator. میشه بگیم yes. I'm talking to one. یه لحظه صبر کن ببینم ندا تیس چی گفت. چی گفتی ندا؟ I'm talking to senator. Senator. Okay. نماینده مجلس پیدا کردی، صحبت کردی. سلام ما هم بهشون برسه. خب سوالتو بگو عزیزم. میتونیم بگیم I'm talking to the wall. I'm talking to the wall.
آره به بچه هات وقتی باید گوش ندادن میتونی بگی. در می... آره I'm talking to the wall. بعد داری وقتی میگی to the wall دارد اشاره کنی مثلا دیوار مشخص بین خودت و شنونده. I'm talking to wall. بعد دارم با دیوار یا walls. اگه میخوای به کلیت دیوار اشاره کنی walls. Walls. I'm talking to walls and doors. دارم با در و دیوار حرف میزنم. Nobody is hearing me in this house. Nobody listen to me. This is my Persian accent. Okay, nobody. Nobody is listening to you. And you are talking to walls and doors. داری با در و دیوار حرف میزنی. ممنونم برای توجهت و فرزانه جان. و متاسفم براتون با بچه‌ای که تربیت کرد. Just kidding. یاسمن ملک بپرسه میترا یزدیان پاسخ بده. Who are you talking to? Okay. I am talking to my sister. My sister. یه کوتاه. دباغ. شهناز دباغ. Sister. ببین سیستر نمیگم. سیستر هم نمیگم. Sister. یا بالا شهناز دباغ بگو. بگو I'm sister. Sister. Sister آفری. I'm talking to my sister. I'm talking to my classmate. I'm talking to my classmate. من دارم مخاطبم classmate همه. ازم بگی بپرسه منصور بیات. منصور بیات جواب بده. Who are you talking to? I'm talking to my sister. Okay. I'm talking to my sister. Sister. یهش یه کوتاهه. خب ببینیم کی میخواد بگه؟ زهرا شمن پرسید بچه ها میکروفونتون قطع وقتی که صحبت نمی کنید. پری جلیلیان بپرسه زینت تهویی جواب بده. How are you talking to? Who are you talking to? Who are you talking to? I am talking to the best teacher. Thank you very much. بچه ها Who are you talking to? داری با کی حرف میزنی؟ I'm talking to you. I'm talking to you. Yeah, you heard me. شنیدی چی گفتم. You heard me. I'm talking to you. میگه با کی داری حرف میزنی؟ به کی داری این حرف رو میزنی؟ You heard me. شنیدی چی گفتم. حرفم رو شنیدی. I'm talking to you. مخاطبم تویی. با تو هم. تو جروبه هستم. لحنو. ببین لحنو عوض کردم. اوکی؟ با لحن عوض کردن مفهومش عوض شد کلا. خب بریم بعدی. باز داریم تمرین میکنیم بچه‌ای که تا الان نیومدن دستشون بالا. Please pass me the salt. سر سفره است یا رفتی رستوران بیرون. خیلی پیش میاد دیگه نه؟ قسمت عمده ای از عمرمونو سر غذا خوردن. حالا کل نصف عمرمون برای غذاست دیگه. سر سفره میخوای بگی فلان چیزو بده بیاد. تو فارسی میگیم بده بیاد. تو انگلیسی یک فعل داره pass. Please ایرانی عزیز قربونت برم فدات بشم دورت بگردم هموطنم ببین اینجا رو نگاه کن الانشون اینجا رو نگاه کن PL بینش صدایی میبینی اگر صدا دیدی من نمیگم یه پولی که ندم $1,000 تقدیمت میکنم دلار امریکا اینجا صدا میبینی نمیبینی پس لطفا صدا اضافه نکن پلیز اشتباهه پا 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 با خودتون تمرین کنید پا پا پی پا پا حالا پلو پلو که تونستی بگی بعد میگی پلیز لطفا پلیز پاس چند تا معنی داره یعنی پاس بده بیاد مثلا تو فوتبال هم هست پاس یا تو هر بازی که توپ داره پاس می به من پاس بده چیو the salt نمکو آقا این THC کدوم نمکه نمک یود داره نمکیه که رو میزه و چرا THC استفاده شده چون اون کسی که داره درخواست میکنه که میگه نمکو بده بیاد و اون کسی که میبینه نمکو مثلا جلوشه دوتاشون میدونن کدوم نمکه چون معرفه است شناخته شده است THC میگیره Please pass me the salt حالا روی صبح میز غذاییم سناریو دستا پایین سناریو رو بگم برات الان سر میز غذاییم هر کی که اسمشو میخونم یه چیزی بگه لطفا اون چیزو بده بیاد برای من لطفا Would you please pass me میخوای خیلی مؤدبانه ترش کنی Would you
Would you please pass me the something? THR هم داره چون دوتا تو میدونید چیه. سارا زمانی بگو ببینم. Please pass me the paper. الان من توضیح میدادم. حالا چون دفعه اولت دفعه اولت دیگه please گفتم واسه. اوکی please بیشتر روش دقت کن. Please من ای رو شنیدم. اوکی. همین که میدونی خوبه. کم کم درست میشه. چون سالها با این روند اومدی دیگه نه؟ سالها با تیچر جون سر کوچت اومدی. الان اینجا انگلیسی واقعی تو محیط اینجوری دارن حرف میزنن. دارم رفع اشکالت میکنم. پس طبیعیه نگران نباش. بچه‌ای هم که اگر صدای خودتون رو ضبط کردید دیدید دارید میگید پلیز اِتس فاین کم کم اوکی میشه. پریسا جمالی میکروفون رو بر روشن کنی پریسا جمالی. بگو از نمیشه پریسا اگر از ایرانی میکروفون فیلتر شکن تو خاموش کن این کلاس نیاز به فیلتر شکن نداره. یاسمن تقویان بگو please pass me the paper. دنیس THE حالت دوم تلفظ TH زبون زیر میشه دندون بالا سعی میکنی بگی ز زهره please pass me the paper. paper گفتی؟ بله. منظور چیه کاغذ؟ نه استاد خواستم فلفل رو بگم فکرم اشتباه گفتم. پپر بلک پپر یا اوکی بلک پپر فلفل سیاه رد پپر فلفل قرمز بل میدونی یعنی چی زنگ بل پپر یعنی فلفل دلمه ای. البته فلفل دلمه ای رو میز نمیذارن یه دفعه اومد تو ذهنم. محسسیان بگه ببینم چی میخواد بگه. بچه ها وقت تلف نکنید عزیزان دلم. شیرین سرافرازی بگه Please pass me the glass of water. ولی رو پلیزت بیشتر کار کن. بهروز اسدی بپرسه ببینم Please pass me the orange glass. اوکی بچه ها بهروز اسدی میکروفون تو قطع کن میگه please pass me the orange. چرا میگی the نمیگی the؟ چون حرف صدادار بعدش orange او یک صدادار گفتاریه پس برای راحتی میشه the. please pass me the orange. لطفاً پرتقال رو بده بیاد. ندا تی اس بگی ببینم چی میخواد بگه. please pass me the lemon. Please pass me the lemon. اوکی پلیز پاس می ذا لمن. لیمو رو بده بیاد. لیمو میشه لمن. لیمو کوچیکا هست. لیمو شیرازی بهش میگن لایم. حواستون باشه. بهروز اسدی بپرس استاد درست گفتم یا اشتباه گفتم؟ اوکی گفتی فقط تی اچ تو بعد بگی زی تی اچ ای رو. اوکی زی بله. میکروفون هم قطع باشه بهروز جان فدات بشه میکروفون هم قطع باشه. نه عزیزم لایم لیمو شیرازی اون کوچولو هست که آبشو میگیرن اونو گنده ها رو میگن لیمو شیرازی. anyway شاید تو شهر شما اینجا زرد رنگن. اوکی نمیدونم ولی ما تو تهران میگفتن به من مامانم میگو برو لیمو شیرازی بخر. لیمو شیرازی هم که میومد تره بار میرفتم مثلا تهران بخرم لیمو شیرازی اوناست اون کوچیکا لایم. حالا منظور اون کوچولوها اون درسته لیمو سنگیه. آره لیمو سنگی هم میگن دقیقا. حالا کدو چیزم داریم کلم سنگی هم داریم. اوکی حالا منظور اونا کوچیگا اون اندازه گردو هن اونا لایمه چون فرقشو اون یکی ها لمن اون بزرگ هست. خب مجید مسعودی زاده بپرس علی فعال بعدش علی فعال بپرس بپرسه که جمله رو بگید. Please pass me the مجید جان دقت کن گفتم مجید دل بندم please. یه بار دیگه فقط بگو please. اوکی الان درست شد. Please pass me چی رو؟ It's sugar. اوکی be careful about your sugar anyway. نیلا بپرسه علی فعال بپرسه
علی فعال بپرس، فعال نیستی چرا؟ او ببخشید روشن کردم. Would you please pass me the bread? Bread can not. Bread. Would you pass me the... بچه ها ممنونم علی جان. نون میخواد. علی نون میخواد. ایرانی ها نون خورن. دیگه شوخی که نداریم. یکی از موارد بسیار زیادی که ایرانی ها میخورن نونه. نون و برنج. بیچاره میکنه. اضافه وزن میاره. خودم از همه بدترم. عربا هم اینجوری هم بچه ها. دلیلش چیه؟ چون قحطی بوده قدیم. هی مردم نون میخوردن. عادت کردیم دیگه. برنج و گندم فقط میخوریم. ولی اروپایی یا امریکایی اینجوری نیستن. بیشتر مثلا گوشت میخوره. بیشتر نون خیلی کم مصرف میکنه. Anyway, علی گفت bread. دوباره همین PLS. ایرانی عزیز. علی فعال سطحش پیشرفته است تو انگلیسی. ولی همین الان هم داره علی جان ببخشید از شما مایه میزه. داره bread رو داره اشتباه تلفظ میکنه. اوکی پس حواستون باشه. آقا یه بخش من کلماتی بگه حتی میزنم اشتباه تلفظ میکنم میگم که شما زحمت کلک علی خیلی کلکی نه این واقعیته. اوکی bread تلفظای من غلطه. نه فرمایید طبیعیه تو هر زبانی. It's fine, no worries. Please bread class. بچه بی صدا وجود داره صدای ا ندید. Please pass me the bread. اون نونه رو بده بیاد لطفا. بعد would you هم گفت علی. دقت کردی؟ مؤدبانه متشخص. میشه لطفا. ببین اون ووده میشه و میشه. میشه لطفا. زهرا شمن بگی ببینم چی میخواد بگیره. Please pass me the salad. 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 Please pass me the salad. 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 Okay. البته یه چیزی بهت بگم. اینجا هم بگی سالاد yeah. طرف میفهمه چون کلمه خاصیه. ولی درستش سالاد. نیلا لیلا گفت Please pass me the my husband. اون که میدونیم امیر بگه. Please pass me a cup of tea. یه بار امیر بذار بگه. امیر بفرم. Please pass me the cup of tea. A cup of tea. یا the cup of tea. اگه بگی a cup of tea. یعنی یه فنجان چای پاس بده بیاد. یعنی بده بیاد. The cup of tea یعنی اون فنجان چایی رو. اوکی؟ بله متوجه شده من. اوکی. بی کناری بگه. چی میخوای؟ Please pass me olive oil. اوکی. اولشو قشنگ اومدی، یعنی تاثیر زندگی تو امریکا رو گذاشته رود که گفتی به مثلا ایرانی میگن اولیو. اولیو گفتی ولی اون ایه رو بهش دادی که قشنگ نشون داد ایرانیزه است. اولیو. شهناز دباغ. اولیو. نگاه کن. اولیو نیست یا اولیو نیست. اولیو. اولیو. اولیو اویل روغن زیتون. اولیو اویل. ممنونم فرزانه با خلاقیتت که نکته آوردی. خواهش. ماریانا از لندن بگو ببینیم. Please pass me the apple. Yeah. سیب پای سفره دارین. خیلی هم خوب. Please روی please کار کن. ممنونم. حمیده پاپی بگو ببینم چی میخواد. Please pass me the fork. چنگاله رو بده بیاد. بچه ها فکراتون رو وقتی که دستت بالاست بکن. دیگه وقتی میام اینجا دیگه ام نکن دیگه. اوکی؟ حسن بگه ببینم چی میخواد. Please pass me the jelly and a clean spoon. اسپون واقعا؟ بگم آب زاینده رودو ببندن از اینجا. دیگه بستن دیگه چقدر ببندن. سپون حسن. سپون. 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 ای نداره اولش. Please pass me the jelly. جله. And spoon. یعنی اون وقتی که خانمای ایرانی رو درست کردن جله میذارن، یعنی اگه دو کلمه انگلیسی یاد میگرفتن الان کلن همه چی متحول شده بود. یعنی بیچاره کرده این جله ما رو. فرخونده قصری بگه ببینم چی میخواد بگه. استاد کلین اسپون درسته یا نه؟ کلین اسپون. اکلین اکلین اسپون. یه قاشق تمیز با ژله.
آره؟ Yes. اجازه دارید حسن رو اوکی بکنم. حسن نه. منظورت این بود که ژله با یه قاشق تمیز بده؟ اون ژله رو و یه قاشق تمیز. حالا. اوکی. A clean spoon. اوکی. اوکی. Please pass me the jelly and a clean spoon. اما شما گفتید اسپون. اوکی؟ اوکی. هست دیگه ضبط شده. قصری بگه فرخونده. Please pass me the onion. آفرین پیاز خوری. من دقیقا به همین فکر میکردم. The onion. پیازهای کانادا هم چقدر تندن. نمیدونم چرا. من تا صبحونه هم میخورم. عالیه عالی. پیاز و سیر با خانومت بخور. میگم خانومت داره ایران ایران دلیلشو فهمیدیم الان. پروانه بگه ببینیم چی میگه. پروانه خانوم بفرم. ببخشید. Please pass me the chicken. Please pass me the chicken. اون ظرف چیکن و ظرف مرغ رو بده بیاد. زرش پلو با مرغ. ممنونم. خب همتون گفتید. نه پوریا عظیمی بگه ببینم جلسه اولشه. پوریا میکروفون روشن باید بکنی. Could you pass me the knife please? Could you یا would you مؤدبانه میشه لطفاً یا میتونی لطفاً بله؟ بله. دو تاش هم میشه. Could you هم میشه. میتونی لطفاً یا میشه لطفاً پس می بدی بیاد چی رو؟ The knife please نه دیگه. Please. دوباره بگو. Please. من میتونم بگم. بگو پوریا. Could you pass me the knife please? فقط please رو بگو. Please. نه ترس. Please. Okay, بهتر شد. Thank you. کی میخواست بگه؟ نیلا؟ Would you please pass me the sugar? Okay, sugar رو گفتن. یه چیزی بگو نباشه دیگه. ممنونم. یاسمن ملک. بگو. Would you please pass me the salad? Salad? Of course. سالاد میخوره. گیاه‌خواره. بیگلری بگه ببینم چی میخواد بگه. Would you please pass me the glass? Okay. لیوان. شادی تمیز بگه. تمیز بگو. Would you please pass me The garlic powder. Powder. یه بار دیگه بگو. Powder. Okay. پودر سیر رو میشه بدی بیای. پودر سیر بچه ها بی نظیره. یعنی شک نکن تو هر وعده غذاییتون باید باشه پودر سیر. بی نظیره. ما معجون سلامتیه. ممنون که استفاده کردید. استفاده بخشید. میتونیم به جای پس گیو می بخ استفاده کنیم. بگیم بود could you give me salt یا هر چی. Give me میتونیم یا غلطه. چرا نمیتونی؟ مکالمه است. مثل. ولی اینکه بده بیاد یعنی پس می. Give me یعنی بده من. پس می خب قشنگتره دیگه. اوکی. بله. اوکی. میکروفونتون قطع لطفاً. سوال زیاده بچه‌ها. You are absolutely right. اینجا absolutely برای تأکید اومده. Absolutely. ببین. Absolutely right. You are right. یعنی حق با توه. You are absolutely right. یعنی کاملا حق با شماست. قطعا حق با شماست. به جای absolutely میتونی بگی completely. کاملا. Absolutely یعنی قطعا. بدون هیچ شکی. یکی بگه absolutely right. یکی میگه completely right. یکی میگه totally right. Totally. کاملا. لیلی فرامرزی، شهناز دباغ، فهیم عرافی. You are absolutely right. You are completely right. Complete نه. Completely. Completely. Completely right. Right. But you are totally right. Totally. Totally right. Totally right.
ممنونم. یزدیان امیر تی فخیمی. You are absolutely right. You are absolutely right. You are absolutely right. نفیسه شیرزای زینت تهونه. You are pretty right. You are pretty right. Pretty در اینجا برای تاکید استفاده میشه. ممنونم عزیز دلم که انگلیسی واقعی رو به کلاس آوردی. ممنونم. نیلوفر زهیری. You are absolutely right. نیلوفر زهیری اگه اون خندات میذاره کلاس رو به هم نمیزنی بگو. نگو نیلوفر. شیرین سرافرازی بگه. You are absolutely right. You are absolutely right. کاملا حق با شماست. چیزی نداره. That's absolutely fine. دقیقا مثل همونه. میگه این لباسه که برات سوغاتی آوردم از ایران خوبه. This is absolutely fine. That is absolutely fine. یا it's absolutely fine. هر کدومتون که صدا کردم یکیشو میگی. دقت کن چی میخوای بگی. That's absolutely fine. Fine یعنی خوب دیگه. It's absolutely fine و this is absolutely fine. This رو دیگه نمیتونی بچسبونی نه. This is باید بگی. بهروز اسدی، نسرین توسلی، پریسا جمالی. That's absolutely fine. It's absolutely fine. Okay. Okay. That's absolutely fine. Okay. صبحان بگه، سارا زمانی بگه، فرخنده قصری بگه. میکروفوناتون روشن بعد بگه. That's absolutely fine. ممنونم صبحان جان. It's absolutely fine. This is absolutely fine. بسیار عالی. Absolutely رو داشتیم، پس بریم سراغ بعدی. I don't agree with you. I agree. بچه ها یکی از اشتباهات رایج زبان آموزا. این ربطی به ایرانی نداره. اکثرا یعنی هر ملیتی باشه اینو اشتباه میکنه. I am agree. به جای اینکه بگه I agree میگه I am agree. یا بگه بخواد بگه به جای اینکه بگه I don't agree میگه I am not agree. این اشتباهه. Agree خودش فعله. خب؟ Agree خودش فعله. I فاعل جمله است. I agree یعنی من موافقم. I agree. I agree. یه یه داره اینجا دیگه. میچسبه ببین. حالا اینجا گفته من موافق نیستم. I don't agree. I don't agree with you. With you. اینجا آی کوتاه دوباره. قبلا گفته بودم بین ای و ا. دوباره یکی از اشتباهات رایج ایرانی ها که ای میگن به جای ای کوتاه. دابلیو هم لبها حالت لوله ای. With you. اگه ابهام داری توضیحاتش شد درسای قبلی میتونی مراجعه کنی. I don't agree with you. من باهات موافق نیستم. اینایی که میخونن سوال دارم. آخر کلاس میتونید بپرسید؟ نه مربوط به همینه. بفرم. I disagree میتونیم بگیم disagree. اونجوری که شما گفتید نه. برید روی یه کوتاهتون کار کنید آخر سوال. اونم میتونید بگید. Disagree نیست. نه disagree. 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 I disagree. من مخالفم. ولی اینجا یه چیز دیگه داره میگه. جمله چیه؟ من با شما موافق نیستم. نیستم. نمیگه من مخالفم. اوکی؟ درست. من مخالفم. I disagree. حالا اینجا داره میگه من با شما موافق نیستم. مفهوم اصلا جمله‌ای که داره میگه یه چیز دیگه است. خب نیلوفر بگه، فاطمه بگه، سهیلا بگه، یاسمن ملک بگه. I don't agree with you. 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 خب
گفتید دستتون پایین. سهیلا گلستانی بگه، یاسمن ملک بگه، حمیده پاپی بگه. بچه دستتون پایین لطفا. یه ذره مهلت بدید بچه های دیگه هم که نمیان بیان بالا. من چون این بر نمیدونم بر چه اساسی داره مرتب میکنه اینا رو، چون یه سری اسما هی دارن میان بالا. دست این دست مثلا نمیدونم بر اساس حروف الفبا است، نمیدونم چیه، چون من یه لیست بلند بالا هم اینجا دست مثلا ببینید الان بچه 60 نفر تو کلاسن از کل دنیا. خب بعد اینجا یه لیست پر میشه، مثلا شما که اومدی گفتی یه ذره اجازه بده دیگرانم بیان، یه ذره بخشش کنیم، یه ذره گذشت داشته باشیم. میدونم همتون دوست دارید بیاید رفع اشکال بشید، ولی مثلا الان به شمن اومد، من رفع اشکالش کردم دسگری رو دیگه، اینو تا آخر عمرت داشته باش که تو باید یه کوتاه درست تلفظ کنی، برای خودت میتونی بشی مربی خودت. اجازه بدیم این بخششه رو، این بزرگواری رو، همتون بزرگوارید، تاج سر من، اجازه بدیم که بقیه که نیومدن هم این جسارت رو پیدا کنن که بیان رفع اشکال بشن، استفاده کنن از این فرصت. خب اینایی که میپرسن بگن. محسسیان فاطمه تاجیک، منصور بیات، پری جلیلیان، بگید. شاپور عبدالله زاده نیلا، بگو. I don't agree with you. یه کوتاه. همین چیزی که الان گفتم. دقت کنید بچه. I don't agree with you. What do you like to do? دوست داری چی کار کنی؟ What do you like to do؟ حالا این ساختار رو میخوام تعمیم بدیم، باهاش 10 تا جمله دیگه بسازیم. آقا خیلی خوبه دیگه، نه؟ یه جمله یاد میگیری، 10 تا جمله دیگه در از کنارش در میاد بیرون. انگلیسی واقعی همینه، اینجوری یاد میدن، نه اینکه بری بشینی لغت حفظ کنی، جمله یاد بگیر به جای لغت. What W شو برات گفتم، لبها حالت لوله ای باید باشه. What do you like to، حالا اینجا میتونی این دوه رو عوض کنی. What do you like to do یعنی دوست داری چی کار کنی، مایلی چی کار کنی. What do you like to order یعنی دوست داری چی سفارش بدی. What do you like to drink یعنی دوست داری چی بنوشی. What do you like to eat یعنی دوست داری چی بخوری. What do you like to listen دوست داری به چی گوش بدی. البته listen to یعنی به چی گوش بدی، اون یه حرف اضافه تو هم بعدش داره. What do you like to، حالا دیگه شما میگین. فهیمه مشتو بگه. فخیمی بگه. What do you want to buy? What do you like? اینجا. What do you like to buy? What do you like to buy? چی دوست داری بخری؟ ممنونم، آفرین. خب کسایی که اصلا تا الان شرکت نکردن لطفا درسشون بالا باشه. پروین سانعی بگه. What do you like to eat? چی میخوای بخوری؟ مجتبی قحطان بگه. What do you like to learn? مجتبی جان دبلیوتون رو دقیقا دارید وی تلفظ میکنید. قبلا گفتیم لبها لوله ای باید باشه در دبلیو رو وقتی میخواین تلفظ کنید. What do you like to learn؟ چی دوست داری یاد بگیری؟ ممنونم برای جملتون. Thank you. فاطمه مشرفر بگو. What do you like to put on؟ What do you like to put on؟ put on یک فعل عبارت یعنی پوشیدن. دوست داری چی بپوشی؟ میتونی بگی What do you like to wear؟ چی میتونی اینم همونه، چی دوست داری بپوشی. نیلا لیلا گفتی دیگه بچه ها، کسایی که نگفتن. فیروزه جذبانی بگه. What do you like to listen؟ listen نه. ببین listen. شهناز دباغ حواست باشه، الان فیروزه میگه listen نیست، listen میشه درس، listen میشه شنیده. یه بار دیگه بگو listen. اوکی الان درست شد. سارا زمانی بگو ببینم چی میخوای بگی.
What do you like to watch? Okay. What do you like to watch? Watch. چی میخوای ببینی؟ تماشا کنی. در واقع واچ میشه تماشا کردن، نگاه کردن با دقت. پارسا تیوی، پرسا تیوی، پرسا تیوی، صدای منو میشنوی؟ برای چی اومدین اینجا تو کلاس؟ شرکت کن. پوریا عظیمی، بچه دلیلش چیه اومدی تو کلاس؟ اومدی ببخشید اومدی فضولی کنی ببینی چه خبره؟ اگه اومدی کلاس انگلیسی پس شرکت کن، اگه نیومدی آقا خداحافظ شما، بذار مردم جا باز باشه براشون بیان شرکت کنن. من نمیفهمم دلیل اومدنت، مثلا میخوای سرکشی کنی؟ چون داری ما بچه ها خیلی ها میان سرکشی کنن، میان چه خبره؟ این چه جوریه کلاس رایگان؟ دلیلش چیه؟ مریض این طرف؟ آقا خب بیا شرکت کن، من دارم رایگان رفع اشکال میکنم، نترس. اوکی هما رخش نبودی؟ هما بگو. صبر کن دوباره روشن کن میکروفون تو. What do you like to exercise? What do you like to exercise? دوست داری چی تمرین کنی؟ چه نوع مثلا ورزشی رو تمرین کنی؟ مسی کهوزی زاده. Would you like to order? Would you like to order? دوست داری سفارش بدی؟ یه بار دیگه would you بگو. Would you like to order? دوبلیو رو داری دیگه، میدونی چجوری باید تلفظ کنی دیگه. Would you. نه داری وی میگی. سطح ببین بچه ها نمونش، مسی سطح متوسط به بالای انگلیسیه ولی هنوز داره دوبلیو رو اشتباه تلفظ میکنه چون هیچ کس نبوده رفع اشکالش کنه. دوباره بگو. Would. آها الان درست شد. بگو. Would you like to order? آفرین الان درست شد. یادگاری برای همیشه عمرت داشته باش. ممنونم. منصوره بیات بگو ببینم. What do you like to drink coffee? نه دیگه. هم داری میپرسی هم داری توصیه میکنی، مثلا این عین این مهماندارای هواپیما میگه coffee or tea، میگه تی مثلا، میگه wrong we have coffee. داری خودت میگی، خودت هم میگی چی میخوای؟ بگو چی میخوای بنوشی، نه اینکه چی میخوای بنوشی. قهوه؟ نه من خنده دارم. Again برو. من اشتباه بود دیگه. کافی like نگو coffee. نه بگو would you like to drink coffee. اون یعنی که دوست داری قهوه بنوشی، این یعنی چی دوست داری بنوشی. What do you like to drink؟ اوکی ببخشید دوستا دیدم همه خسته گفتم یکم بخند. کسی خسته نیست، اینجا ساعت 2 بعد از ظهره. پروفسور کن آی سی نو؟ نه در پاسخ به چه سوالی بتونید بگید نو؟ حالا همین الان. What do you like to do? What do you like to do؟ دوست داری چی کار کنی؟ نمیتونی بگی نه که. نه؟ I'd like. میتونی بگی nothing special یا nothing not so much. میتونی جواب بدی اما نمیتونی بگی no یعنی نه. Nothing. Now منظورم الانه. Now. What do you like to do now؟ الان میخوای چی کار کنی؟ بله؟ بله؟ I would like to eat. I would like to make dinner. Beef. بیف گفتید یا بیر؟ I would like to make some dinner. یه کوتاه. شهناز حواست هست دیگه، همه دارن ای میگن. ببینید. بله. آفرین. دینر. زینت تهونه کش خودشو. بگو زینت. What do you like to cook? What do you like to cook? خانوما چرا خلاقیت نداری؟ کارهایی که میکنی روزانه بگو. میخوای چی بپزی برامون؟ قرمه سبزی. Yeah. Absolutely قرمه سبزی. آباجی. اوکی بریم بعدی. به اندازه فکر کنم 20 تا جمله گفتیم باش. میبینی ما فقط 1000 جمله رو کار نمیکنیم. رفع اشکال میکنیم، جملات رایج رو میگیم و جملات جدید میسازیم. I have my own business. What do you do؟ قبلش پرسیده what do you do، شغلت چیه.
یا what's your job, what's your profession, تخصصت چیه، شغلت چیه، یا what do you do here, what do you do here in Canada, تو کانادا چیکار میکنی، what do you do in US, تو امریکا چیکار میکنی، what do you do in London, تو لندن چیکار میکنی. میخوای بگی I have، میخوای بگی من بیزنس خودمو دارم، من در کسی کار نمیکنم. I have my own business. بچه ها بیزینس نیست، بزنس. بزنس ببین. I have my own. My own یعنی مال خودم. بزنس یعنی بیزنس خودم رو دارم. بزنس خودم رو دارم. فوزیه اوف الفتی بگه. صدات نایمد اون دفعه. I have my own business. آفرین آفرین. پوری عظیمی بگه. I have my own business. I am a doctor. I am a doctor. I have my own business. Good luck. No, doctor. Ned- doctor trainer. Are you? Doctor trainer. Doctriner. What do you mean? Which kind of doctriner? Doctor, just doctriner. Oh, dog trainer. Yes, yeah? Of course. اوه اوکی ببین نگاه کن پوریا، خیلی مهمه که استرس درست رو القا کنی. خب شما گفتی داگ ترینر، چون درست استرس روی ترینر نذاشتی من میشنوم داگ ترینر. ببخشید نویز. بعد من یه چیز دیگه شنیدم، داگ ترینر، یه بار دیگه بگو. Dog trainer. هریسا جمالی لطف میکنی میکروفون تو روشن نکنی، نویز میندازه. حالا نمیدونم چه مشکلی با گوشیت هست. پوریا جان یه بار دیگه بگو. Dog trainer. Trainer. عالی شد. چه بیزنس جدید و خوبی هم هست. Thank you. ایران؟ From 10 years ago. Oh, since 10 years ago. از جایی که وقتی میخوای اشاره کنی از یه جایی در گذشته تا الان سنس. هما جان اگر اجازه بدید یا میخوای شما تشبیه توضیح بدید یا من. Just kidding. اگه میخوای به یک تاریخی از گذشته تا الان اشاره کنی میشه سنس. بعد تو ایران این کارو میکنی؟ الان کانادا هستم. اوکی. ولی تو ایران دقیقاً بزنس خوبیه. ولی اینجا یک کم حالا چالش خودشو داره تو امریکا. تو امریکا بکنه. میدونم دقیقاً. اوکی. Okay. I have my own business. شیرین سرافرازی بگه. I have my own business. نکته تلفظیش هم رو همون بزنس بود که باید دقت کنید. برای خودتون تکرار کنید. Are you ready to order? پیش خدمته قبلا پرسیده what would you like to order، چی میخوای سفارش بدی. حالا قبلش میاد میپرسه are you ready to order، آماده ای که سفارش بدی. اینجا یه تریک تلفظی داریم که ایرانی ها اشتباه تلفظ میکنن. اینجا are. اینجا اگه میخوای are رو تلفظ کنی درست زبونت نزدیک سقف دهان باید باشه. یه لحظه. Order. ببین شکلش این شکلیه. امیدوارم که اینجا رو ببین. Order. زبونت نزدیک به سقف دهان میشه. ببین اگه این فک پایینت باشه این فک بالا زبونت باید میره اینجا. اوکی؟ خب بچه همه دستاشون پایین. الهام خدا داده. بگو Are you ready to order? Are you ready to order? آفرین درست گفتی. بی کناری بگه. Are you ready to order? آفرین. هما رخش بگه. Are you ready to order? آفرین. مجید موسازاده بگه. مسعود نژاد البته. Are you ready to order? دو تا آر اولت رو درست گفتی، دو تای آخر رو ایرانیزه کردی. دوباره بگو. Are you ready to order? آفرین. ببین مجید سالها
داشته میگفته آره ایرانی، الان یه جلسه اومد کلاس باهوشه، دقت میکنه، درست شد. از این به بعد دیگه درست تلفظ میکنه. درست گفتم مسعود؟ همین الان درستش کردی مجید، ببخشید. بله بله درست. ممنونم. شهناز مقدم بگه. Are you ready to order? آفرین. زینت تهونه بگه. Are you ready to order? آفرین. فیروزه جزبانی بگه. Are you ready to order? اوکی. مشتبه قطان بگه. Are you ready to order? آفرین. آره ایرانیزه است یک کم. نزدیک سقف دهان ببر. لازم به مسلسلی نیست. فاطمه مشتوفر بگه. Are you ready to order? آفرین. سویلا بگلری بگه. Are you ready to order? بنیتا بگه. Are you ready to order? آفرین. خب نکته دیگه نداره، فقط این آره بود. بریم بعدی. You are my best friend. BBF هم بهش میگن تو امریکا و کانادا. BBF best friend. You are my best friend. تو بهترین دوست منی. ببینیم کیا میخوام بگن. سارا زمانی بگه، نوابزاده بگه، پروین سانعی بگه. پشت سر هم. You are my best friend. You are my best friend. You are my best friend. شما رخش بگه، سویلا گلستانی بگه. You are my best friend. Friend. Okay. You are my best friend. آفرین. منصور بیات بگه. You are my best friend. حریج علیلیان بگه. You are my best friend. آفرین. شاپور علیز عبدالله‌زاده بگه. You are my best friend. آفرین. خب کیا دیگه دستشون بالا؟ بچه ها گفتین دستتون رو بیارید پایین دیگه. مسی بگه. مسی. You are bestie. You are my bestie. My bestie. اومدی اونجا رو درست کنی، اینجا رو خراب کردی. یه بار دیگه بگو. You are my bestie. You are my bestie. Best friend bestie هم میگن. بگلری بگه. You are my best friend. Okay. BBF یا bestie میشه بهترین دوست. ممنون یادآوری کردی. Do you want to join us? آقا ما کلاس رایگان، این جلسه 36 میشه. الان میخوای لینک کلاس رو به کلاس رو به دیگران، معمولا ایرانی ها این کار رو نمی کنن. یعنی اگر یه چای ببخشیده دیگه میشناسم دیگه، نه معمولا مثلا ولش کن. حالا مثلا میخوای بری دختر خالت رو معرفی کنی بیاد از کلاس استفاده کنه، میگه آقا یه کلاس رایگان انگلیسی است که شروع شده، ما میریم رفع اشکال میکنیم و اینا، میخوای به ما ملحق بشی؟ Do you want to join us? Us. فهیم عرافی بگه، زینت تهونه بعدش. Do you want to join us? آفرین. دبلیو اوکی. بعدی. Do you want to join us? Join. 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 Do you want to join us? Do you want to join us? اوکی. مجید بگه، میترا بگه، لیلی فرامرزی بگه. Do you want to just مجید گوش بده دل بنده، چیزی که میشنوی متن و صفحه رو ول کن، آن چیزی که میشنوی چشماتو ببند. مجید فقط به گوش کنه. مجید صفحه رو ول کن، چیزی که میشنوی رو تکرار کن. آماده ای؟ Do you want to join us? بگو حالا. میکروفون روشن کن مجید. Do you want to join us? آفرین. ببین مجید داشت بر اساس background knowledgeش متن رو میدید، نمیتونست بخونتش چون میترسید، اما بهش گفتم به گوشات اعتماد کن. کودک اینجوری انگلیسی یاد میگیره، زبان مادریشو اینجوری یاد میگیره با گوشاش. کی فکر میکنه سطحش خیلی پایینه تو انگلیسی تو این کلاس؟ دستش بالا. اوکی. مشتبه قطان با اعتماد به نفس کامل، ممنون برای جسارتت. بچه کی بود؟ رفت چرا؟ دستا پایین، دستا پایین.
کی فکر میکنه سطحش پایین پایینه تو انگلیسی؟ اوکی، مشتبه قطان. درست؟ مشتبه. Do you want to go? مشتبه. جان آسا. گوش کن. جان. چیزی که میشنوی رو تکرار کن. با متن کاریت نباشه. متن رو نگاه نکن. آماده ای؟ یک، دو، سه. Do you want to join us? Do you want to join us? تموم شد رفت. کی دیگه فکر میکنه سطحش خیلی پایینه؟ فرخونده قصری. خودشون ها، همسرشون نه. فرخونده قصری. چیزی که میگم رو تکرار کن. یک، دو، سه. Do you want to join us? Do you want to join us? Join us. عالی. ببین با گوشات یاد بگیر. چرا میگم شدو منقطع کن؟ به خاطر همین. مهم نیست متن رو ببینی. با گوشات یاد بگیر، تکرار کن. بریم بعد. Do you come here often یا often؟ بچه ها often یا often دوتا تلفظش هم درسته. 50% انگلیسی زبان ها میگن often، 50%شون میگن often. و هر دوش هم درسته و هر دوش هم کاربرد داره. نگران نکن خودتو. Do you come here often؟ پری جلیلیان بگه، منصوره بیاد بگه، هما رخش بگه. بعدش دستتون پایین. Do you come here often? Do you come here often? Do you come here often? Okay. آیا اغلب به اینجا میای؟ How often do you come here? حالا سوالیش میکنیم یه جور دیگه. Do you come here often? آیا اغلب به اینجا میای؟ میگه yes. بعد میگی how often do you come here? هر چند وقت یه بار اینجا میای. How often یعنی هر چند وقت یه بار. Okay. بیگلری بگه how often do you come here? Do you come here often? الان گوش کردی من چی گفتم؟ سهیلا؟ نه متوجه نشدم استاد. آره دیگه. باید دقت کنی. بعید بود ازت. بگو how often do you come here? How often do you come here? Okay. نفیسه شیرزای بگو how often do you come here? How often do you come here? Okay. ندا تی اس رفتی یا هستی؟ هستم استاد. بگو how often do you come here? How often do you come here? حالا بگو do you come here often? 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 Okay. شادی تمیز تو کلاسی؟ بله بله. بگو do you come here often? I come here often. سوالو بگو جواب نده. Do you come here often? پروانه بفرمایید. Do you come here often? Do you come here often? اوکی ممنونم. بچه ها یکی از مثلا یه اتفاق بد افتاده. خب دارم کاربرد این جمله رو میگم. یه اتفاق بدی افتاده. مثلا یه دستگاه خراب شده، فلان شده. یه اتفاق خط کوچیکی افتاده. No damage. damage یعنی صدمه. No damage has been done. has been done ساختاریه که یعنی وارد نشده است، یعنی اتفاق نیفتاده است. در واقع no has been done با این نوع منفی شده. No damage یعنی هیچ خسارتی. has been done یعنی صورت گرفته است که با این نوع منفی میشه، یعنی صورت نگرفته است. و در اینجا دمیج یعنی صدمه دیگه، یعنی هیچ صدمه وارد نشده، هیچ چیزی نشده، خطری نیست، مشکل ایجاد نشده، نگران نباش دیگه. چرا بچه رو دعوا میکنی؟ No damage has been done. has been done. دباغ شهناز بین اینجاست، ایه رو باید اینجا بدی نه روی آی. سهیلا گلستانی No damage has been done. No damage has been done. اوکی okay. نسرین پورغلام حسین No damage has been done. No damage has been done. Done. No damage has been done. Has been done. Okay. No damage has been done. زینت تهونه بگه No damage has been done. No damage has been done. چیزی نشده، اتفاق خاصی نیفتاده. Whose side are you on؟ تو طرف کی؟ Whose در اینجا صفت مالکیت برای WH یعنی چه مال چه کسی؟ صفت مالک، صفت ملکیه اینجا سوالیه. WH
whose ولی دابلیش خونده نمیشه. whose یعنی مال چه کسی، side یعنی طرف، side یخچال. خانوما بیشتر میدونن side by side دوست دارن داشته باشن، یخچال side by side یعنی طرف. whose side یعنی طرف چه کسی. are you on، on رو اون، side on است یعنی طرف چه کسی هستی تو. معلومه با خودت میدونی چند چندی. کی میخواد بگه؟ حمیده نمدی بگه. پاپی whose side are you on، whose side are you on. آفرین. به اس تموم میشه، با اس بعدی شروع میشه. whose side یکی شنیده میشه. فاطمه تاجیک بگه whose side are you on، whose side are you on. فهیم عرافی بگه whose side are you on، whose side are you on. اوکی. بوزی الفتی بگه whose side are you on، whose side are you on. اوکی. طرف کی هستی؟ چند چندی؟ طرف فامیل باباییتی یا ماماتی میگن؟ طرف مامانتی یا طرف باباتی، که معمولا طرف مامانشونن. طرف پدر بی نواس، بیچار است، هیچ کی طرفشون نیست. اما عمو، دایی هم که این همه میره مال و اموالمونو میکشه بالا، ولی همه دوستش دارن چون سیاست داره دایی. اوکی. nothing will get better یا better. better یا better دوتاش هم درسته. اگه میخوای امریکنش کنی یا راحت تر کنی خودت، میتونی بگی better will get better. آره، البته قبلش باید میکروفون تو قطع کنی، نامحرم صدا تو نشنوه. سویدا گلستانی. nothing هیچی، تیهچش حالت اول تلفظ تیهچ، قبلا صحبت کردیم. اگه نمیدونی چیه جلسات قبلی رو برو ببین. اینا nothing تیهچش حالت اول تلفظ تیهچ، زبون زیر نیش دندون بالا. دلم نمیاد نگم دیگه. تیهچش زبون زیر نیش دندون بالا، سعی میکنی همون حالت بگی سه سومیه. nothing آیش آیه کوتاهه. دوباره مشکل رایج تلفظ ایرانی ها. nothing نیست، nothing یه کوتاه. well دوباره آی. ببین اینا داره خر تو میچسبه. یه بار برای همیشه شهن از دباغ درستش کن. will دابلیو لبها لالت لوله. nothing will get better، هیچ چیز بهتر نخواهد شد. متاسفانه بر بعضی از کشورها nothing will get better، هیچ چیزی بهتر نمیشه تا آدم ها خودشونو بهتر کنن با آگاهی، با دانش، کاری که ما سعی کردیم در عرض 20 و اندی سال بکنیم. انگلیسی رو به زندگی مردم بیاریم که مردم از بستگی که در حالا جوامعشون وجود داره بتونن خارج بشن با زبان انگلیسی دست کم. من وظیفم این بوده تا الان 20 و اندی سال این کارو کردم از 2003. بنابراین اگر nothing will get better، دلیلش خود مردمن که نمیخوان چیزی بهتر بشه، یا نظر تنگن یا حسودن، یا بعد تو خودمون بگردیم. بچه ها آن چیزی که بر ما میگذرد دقیقاً مصداقی است که رفتار تک تک افراد تأثیر میذاره رو جامعه. من، تو، نیلوفر، لیلی، نسرین، مجید، سارا، شهناز، دونه دونمون. مجید مسعودی نژاد، مسعودی زاده ببخشید. Nothing will get better. رو آیتون باید کار کنید. Will بین ای و آ. Will بگید دوباره. Nothing will get better. نیلوفر زهیری بگه Nothing will get better. Better یا better. سهیلا بگه Nothing will get better. Got که گفتی، got گذشته یه get. ندا تی اس، Nothing will get better. الهام خدا داده، Nothing will get better. البته امیدوارم اینجوری نباشه و همه چیز خوب بشه. What else did you want؟ دیگه چی میخواستی؟ ببین دیگه چی میخواید؟ ما چون تو ساختارش تو فارسی میگیم دیگه چی میخواید، ولی در واقع اینجا داره اشاره میکنه دیگه چی میخواستی در زمان گذشته. What else do you want یعنی چی میخوای؟ What else did you want یعنی دیگه چی میخواستی؟ دیگه چی لازم داشتی که به من نگفتی؟ What لبها لالت لوله ای دابلیو رو داریم اینجا، قبلا هم گفتم. What else ببین اینجا رو یه نکته
یه نکته بچه ها میکروفوناتون قطع وقتی که شرکت نمی کنید. اینجا رو دقت کن، نکته که روون بخونی. خیلی هاتون میپرسید آقا من چجوری روون بخونم، چجوری روون صحبت کنم. ببین تو فارسی داری ناخودآگاه این کار رو انجام میدی، قبلا هم گفتم، ولی تو انگلیسی چون میترسی اینو نمیتونی رعایت کنی. بهت میگم نترس. What به تی میرسه، بی صداست. اینجا با ای شروع میشه دیگه که صدای ا میده. What tell، ببین what tells did you want. اینجا W داره، حواست باشه تو تلفظش، لب حالت لوله ای. اینجا هم که میچسبه. What else did you want یا what else do you want. شادی تمیز، زینت تهونه، حمیده پاپی. What else did you want؟ did نه دیگه، did. What else did you want؟ did you want؟ did you؟ did you want؟ Okay. What else did you want؟ what else did you want؟ else نه قربونت برم. What else؟ what else؟ what else did you want؟ what else did you want؟ else دیگه این دیگه نوبر بود از زینت. الیس رو از کجا میاری؟ نمیدونم. What else؟ What else؟ What else؟ شهناز مقدم. What else؟ What else؟ What else did you want؟ شهناز دباغ، شهناز مقدم حبود شده اینجاها. میبینی؟ شهناز؟ سارا زمانی. What else do you want؟ What else did you want؟ اگه این دوتا شهناز رو بذارن همه شرکت میکنن. شهناز بگو دباغ. What else did you want؟ اوکیه، رو دابلیوت باید بیشتر کار کنی هنوز هم. اوکی. There is no other option. There is، بچه ها there is وجود نداره، مخالف و متضاد there is هست. هر کس تو نوشتار فارسی به جای ه کسره هست به کار میبره. ما یه تحقیقی تو فرهنگسرای فارسی انجام میدادیم، افرادی که ببخشید جسارت به کسایی که تا الان این اشتباه رو میکردن بر نخوره بهشون، کسایی که زبان فارسی زبان مادریشون نیست، خب یعنی مثلا آذریه، بلوچه، لوریه یا هر چیز دیگریه، در نوشتار فارسی به جای ه کسره مینویسه هست. مثلا این کلاس خوب هست، ما اینجوری صحبت نمی کنیم، میگیم این کلاس خوبه. اوکی؟ میگیم این کلاس خوب است، خوب است، یا خیلی عامیانه راحت میگیم خوبه، یه هی کسره میذاریم. افرادی که زبان فارسی زبان مادریشون نیست، زبان اولیشون نیست، به جای اینکه تو نوشتارم دوچار این اشتباه میشن و متاسفانه عمومیت داره پیدا میکنه، به جای خوبه میمیسن خوب هست. هست در انگلیسی یعنی there is. شما نمیتونی به جای is که میشه است یا ه کسره که مثلا میگیم خوبه، این کلاسه خوبه، این کلاسه مفیده، این درسه خوبه، این موضوعیه که گفتم، نمیگیم این موضوعی هست. اینو خواستم که اینجا بهتون بگم و معادل there is میشه. جایی که there is داریم یعنی وجود داره، یعنی هست. اینم گفتم یادت بمونه. There is یعنی exist، وجود داره. There is no یعنی وجود نداره. No other، other THش حالت دوم تلفظ TH. Other، زبونت زیر نیش دندون بالا سعی میکنی تو همون حالت بگی ز. بذار عکسشو بیارم برات. اینها حالت اول تلفظ THو دارم اینجا بهت نشون میدم، برای همیشه دیگه یاد بگیر. ببین این حالت اولشه، نگاه کن TH1، نگاه کن حالت اول تلفظ TH. زبونت تو ببین رفته زیر دندون بالا، نیش دندون بالا. این حالت چیه؟ سه. حالت اول گفتم یعنی این. تو دیکشنری کمبریج با تتا میبینیش، با این. حالت دوم تلفظ تی اچ، زبونت همون جوریه ولی سعی میکنی بگی ز. این هم تو دیکشنری اینجوری میبینی تو کمبریج. بهش میگن اذ، اذ. به این حرفه، این چجوری به این میگن تتا؟ به این میگن اذ. از سال 1852 وارد زبان انگلیسی به عنوان یک صدا شناخته شده و حالا میرم تو فاز زبانشناسی. ولش کنیم به در شما نمیخوره. این بی صداست، زبونتو بذار اینجوری بگو سه، میشه س، هوا میاد بیرون. خب صدا نداره ولی این صدا داره. حالا بگو ز، این حالت میبینی گلود میلرزه، این صدا داره. اوکی اینا رو داشته باش، بریم سر درسمون. حالا
There is no other. Other. ببین. TH حالت دوم. گفتم دیگه. Other option. There is no other option. حق انتخاب دیگه ای وجود نداره. حق انتخاب دیگه ای ما نداریم. We are doomed to live in this country. ما محکومیم که تو این کشور زندگی کنیم. There is no other option. هیچ انتخاب دیگه ای وجود نداره. میترا یزدیان. There is no other option. There is no other option. THش هم در there حالت دومه. ممنونم. لیلی فرامرزی. نصری معالی. There is no other option. استاد من نبودم. دیگه باید زود بیان رو برد برم. بگو. There is no other option. باش. با هم میگی. شاپور بگی. Hello, how are you? There is no other option. ممنونه. عزیز الله بگه. عزیز الله. There is no other option. اوکی. استاد میشه منم بگی؟ بگو. من 369 هم. There is no other option. There is no other option. انتخاب دیگه وجود نداره. Option یعنی حق انتخاب. مثل ماشین های که میسازن. یه دوتا شرکت هست تو ایران. اسم نمیبرم. همون آقای منصوری که گفتی اسمشو نه بر آبروش نره. اون دوتا شرکتی که ماشین میسازن تو ایران. که همه چی آپشنه. بابا بیا ببین کل دنیا چجوری ماشین میسازن. There is no other option. حق انتخاب دیگه ای وجود نداره. You are a perfect match. You are a perfect match. بچه ها stress روی perfect روی پیشه. اینجاست. Stressش. Perfect. نمیگم perfect. Perfect. You are a perfect match. شما یه جفت کامل هستین. یه زوج کامل هستین. حالا تو حسودی تو دل نیلا لیلا کجاست؟ یعنی نیلا لیلا بله که گفت من هازبند خوبی دارم. حالا من بهش میگم you are a perfect match. شما به هم خیلی خوب میایین. این چی تیر و تخته به هم جور شده. خودت بگو you are a perfect match. You are a perfect match. آفرین. نیلوفر بگه you are a perfect match. سهیلا بگه you are a perfect match. بچه های قدیمی دستشون پایین، بچه های جدید دستشون رو بیارن بالا. رفع اشکال کنیم دیگه. مسعودی زاده. You are a perfect match. You are perfect match. You are a perfect match. نفیسا شیرزای. You are a perfect match. You are a perfect match. مسی بگه. You are a perfect match. Perfect, perfect match. Perfect. You are a perfect match. صدا تو نامحرم داره میشنوه. خواهر. I wasn't born yesterday. I was born in Tehran. خب؟ یه ساختار داریم. یه ساختار داریم. میگه بچه کجایی؟ Where were you born? کجا به دنیا اومدی؟ بذارید همینجا بپرسیم. مسعوده بگه I was born in اسم شهرت. بگو. مسعوده A. سهیلا گلستانی I was born in اسم شهرت. I was born in Iraq, Tehran. اوکی. اصلا من یه بار دیگه بگم. بگو. I was born in Iraq. دقیقا بچه عراقی جان. بله شاخهای شما همتون شاخهای اینا نه؟ عراقی هم همتون شاخهای عراقی خست عراق آره ببین دابلیو تو ایرانیزه تلفظ میکنی لبها حالت لوره ای باید باشه تو دابلیو یه بار دیگه بگم من بگم بله I was born in Iraq in Iraq اوکی الان درست لبها لوله مسرور بگه اف مسرور I was born in Shahinshah. شهناز مقدم بگه. I was in Tehran. اوکی. پوریا عظیمی فوزیه الفتی بگو.
I was born in Tehran. I was born in Kermanshah. Okay. Kurd biji. Kurdi nazanam qasiya bakam ama kurd biji. Hamin chand kalam. Thank you. Bacha. بچه ها حالا اینا بچه ها گفتن ما اینجا به دنیا اومدیم I was born. حالا شما این که بعدن این درس رو میبینی تو ویدیو تو قسمت کامنت میتونی اضافه کنی و شرکت کنی I was born in اسم شهرت یا کشورت. حالا این ساختار میگه من دیروز که به دنیا نیومدم، بچه که نیستم، هم اصطلاحیه هم خیلی جالبه. بچه ای من فلان اشتباه بکنم، حالا دقیقا میره همون اشتباه میکنه، شرط میبندم باهات. I wasn't born yesterday. I am Persian. I wasn't born yesterday. Yesterday هم میگن اکثر ایرانی. Yesterday. این آره تو دماغی میشه عزیز دلم. این آره تو دماغی میشه. I wasn't born. یعنی به دنیا نیومدم. Yesterday. دیروز. من که دیروز به دنیا نیومدم. بچه که نیستم اشتباه کنم. بچه نیستم گند بزنم که. دقیقا میره همون گند رو میزنه. فهیم عرافی بگی ببینم. I was born in Tehran. I wasn't born yesterday. دیروز به دنیا نیومدم که. لیلی فرامرزی بگه. بعد شاپور بگه. I wasn't born yesterday. میترای یزدیان بگه. I wasn't born yesterday. پروانه بگه. I wasn't born yesterday. عزیزالله رحیمی بلده بگه. I was born yesterday. عزیزالله بسیار خوش آمدید. جان جور باشید. I wasn't born. I wasn't born yesterday. Yesterday. درست شد. خب بریم بعدی. نکته تلفظیش هم گفتم، رفع اشکال هم کردیم، مشکلات رایج فارسی زبان ها رو. منظورم ایرانی هست. حالا چی بگم الان؟ بگی فارسی زبان دو نفر دیگه ناراحت میشن. Anyway, it's not rocket science. آقا کلاس انگلیسی کاری نداره، کلاس انگلیسی دیگه. It's not rocket science. Rocket که یعنی راکت. Science یعنی علم. Rocket science علم موشک هوا کردن. It's not rocket science. من لور نیستم ولی یه ضرب المثل لوری میگم اینجا به یادگاریم بمونه. میگه هزاران فنخیه ای بزچرانی هواپیما نیه ترترپرانی. لوری کلا زبان روک و همچین خودمونیه دیگه، شوخی نداره باد روکه. میگه هزاران فنخیه. گفتم من لور نیستم ولی ارادت دارم خدمت لورا و خیلی قشنگه این ضرب المثل. دقیقا مصداق این جمله مونه. میگه هزار تا فن میخواد همین بزچرانی، همین بزار که میبینی من دارم میچرونم. مثلا احتمالا این طرف یه چوپو بوده که اینو گفته. میگه این بزار رو که میبینی هزاران فن میخواد، تکنیک میخواد، هواپیما نیه ترتر پرانی. شما مثلا اینجور دستتو بگیری ادای هواپیما در بیاری تر اینجوری کنی، اینجوری نیست که فکر کنی هواپیما بالا که موشک هوا کردن همینجوری راحته. اینم بمونه اینجا یادگاری قشنگه. هواپیما نیه پرپر پرانی، مؤسسیان میگه اونم میشه حالا ترتر یا پرپر. anyway, it's not rocket science. علم موشک نیست که. کلاس زبان رایگان گذاشته مردم جمع شدن به هیچ جمعیت نمیگیره. امین رضوی بگه. بگو امین. It's not rocket science. It's not rocket science. شیرین سرافرازی بگه. It's not rocket science. It's not rocket science. It's not rocket science. نکته تلفظ خاصی نداره که بهش گیر بگی بدیم. همین ضرب المثل رو یاد بگیری عالیه. You are a complete idiot. تلفظش ببخشید یه مقدار بی‌ادبی شد اینجا دیگه، ولی ایرانی‌ها دوست دارن. اول کار میره دوتا کلمه فوش یاد میده. من رفتم خارج اگه بهم فوش دادن. ببین یه چیزی من برات بگم، بعد از سالها زندگی کردن تو خارج از ایران، آخرین باری که
حرف زشت تو انگلیسی زدم و یادم نمیاد هیچی، حتی تو فارسی هم آخرین بار رو یادم نمیاد. بنابراین فوش، حرفای رکیک، ناجور هیچ کاربردی تو انگلیسی روزمره نداره. اگه یاد گرفتی از خودت عذرخواهی کن که عمرتو تلف کردی. اما این به درد میخوره. You are a complete بچه complete. ببین complete idiot. You are a complete idiot. تو یه احمق به تمام معنایی. You are a complete idiot. سارا زمانی بگه. بس نشد. You are a complete idiot. دستمزدمو بذارین کف دستم. مسی بگه ببینم. You are a complete idiot. ممنونم. لطف کردی. Sorry. میترا یزدیان بگو ببینم. You are a complete idiot. الان من توضیح میدادم. قصه امیر ارسلان رو نامدار داشتم برات میخوندم. گفتم که استاد you are a complete idiot. الان درست شد. ممنونم. برای تأکیدش هم قشنگ. نیلوفر زهیری. بگو تعارف نکن. You are a complete idiot. ممنونم. دستمزدم گذاشتی تو دست. نه استاد. ممنونم. فاطمه تاجیک بگو. You are a complete idiot. ممنونم از لطف شما. حمیده پاپی بگو. Sorry, I told this letter, say this you're not going to say that? Yeah. Okay. You're a complete idiot. خادو گفتی آخرش دیگه. ممنونم برای اینکه شیرم و حلالتون نمی کنم. یاسمن میگه به جای نه، برای اینکه یاد بگیری تلفظ ایدیت رو گذاشتیم اینجا چون ایدیوت میگن ایرانی ها. ایدیت complete idiot اینجا دلیل داره گذاشتیم. یاسمن میگه یه چیز دیگه بذار گذاشتیم یاد بگیری چون میشنوی، ممکنه تو رانندگی اینجا بشنوی، نه اینکه بگم استفاده نمیشه، ممکنه یه رفتار ناشایست انجام بدی طرف همینجا تو امریکا تو کانادا بهت بگه. Can I take your luggage؟ Can I take your luggage؟ Take یعنی برداشتن، گرفتن، نه؟ معنی زیادی داره. Can I؟ بچه ها can بین اوه. Can I take your luggage؟ Luggage یعنی بونبار یا baggage. اونم دوباره همینه. Baggage یا luggage. مسافرت که میری اون چمدونات. Luggage یا baggage. مسعوده بگه. Can I take your luggage؟ Can I take your luggage؟ ممنونم. ندا تی اس بگی ببینم. Can I take your luggage? It's pretty heavy. You can't. خیلی سنگینه. نمیتونی. دوباره بگو. Can I take your luggage? ندا کجایی؟ امریکایی یا کانادایی؟ کانادا ونکوور. اوکی آره معلومه هوا انقدر قشنگ خوشگل. زینت طاهونه بگو. میکروفون روشن کن زینت. Can I take your luggage? اوکی okay. زینت هم که تو قصر ناتینگ هامه بگراند انداختهش که ندونه کجا. من تو انگلیسم ولی ایرانی هم میرم ایران. Just kidding. پروانه بگه. Can I take your luggage? سوهیلا بگه. ببخشید استاد میشه به جای لگیج سوتکیس هم بگیم؟ سوتکیس فقط شامل چمدون. ببین کیف سامسونت دیدین تو ایران؟ تو ایران میگن کیف سامسونت. بله. سوت کیس اوناس. اوکی. Take your luggage. آره لاگج این بزرگاست که باش میریم ایران میایم هی. این بونه‌باره؟ بونه‌بار بله بونه‌بار. ممنون مرسی. کلمه قشنگتری میتونید براش بگید برای لاگج تو فارسی؟ نه. بونه‌بار خیلی قشنگه. بارو بندیل. بارو بندیل آفری بارو بندیل. لاگج لزوما به اون چمدونا میره. یکی دیگه گفته خاروبار. نه خیلی خاروبار خاروبار یه چیز دیگه زدیدن. خاروبار که شما نمیبری با خود مسافره. لاگج اون چمدونه که میبری مسافره. بگج یا لاگج. anyway میریم با هم چیکار کنیم؟ قسمت چالش برانگیز ماجرا. میریم با هم شدو منقطع کنیم. عزیزانی که تازه پیوستن
جلسه اولشونه. شادو منقطع رشد بی‌نظیری رو میتونی ازش انتظار داشته باشی در پروسه سپیکینگت و لیسنینگت. آن چیزی که میشنوی رو تکرار کن بعد از من. در فایل صوتی که بچه‌ها میپرسن که چجوری با فیلم یا با پادکست یا با فایل های صوتی تمرین کنیم، اینجوریه، نه اینکه بری بشینی یک ساعت فیلم ببینی، بعد هی پاز کنی، سعی کنی تکرار کنی. من اینجا برات پاز میکنم چون کلاس آموزشیه. الان چیزی که من میگم و پاز میکنم، وای میسم، بعدش تکرار کن، میریم جمله بعدی. آماده این؟ 1 2 3 از اول جملات اومدم ها. 1 2 3 What do you recommend? What do you recommend? دو بار تکرار میکنم، اشکال نداره، شما هم تکرار کنید لطفا. What size? What is your shoe size? What is your shoe size? What is your shoe size? Would you like dessert? Would you like dessert? داری تکرار میکنی دیگه نه؟ ممنونه. You are very beautiful. You are very beautiful. Who are you talking to? Who are you talking to? Please pass me the salt. Please pass me the salt. You are absolutely right. You are absolutely right. That's absolutely fine. That's absolutely fine. I do not agree with you. I don't agree with you. What do you like to do? What do you like to do? I have my own business. I have my own business. Are you ready to order? Are you ready to order? You are my best friend. You are my best friend. Do you want to join us? Do you want to join us? Do you come here often? Do you come here often? No damage has been done. No damage has been done. Whose side are you on? Whose side are you on? Nothing will get better. Nothing will get better. What else did you want? What else did you want? There is no other option. There's no other option. You are a perfect match. You are a perfect match. I wasn't born yesterday. I wasn't born yesterday. It's not rocket science. It's not rocket science. سایتون سنگین روم به دیوار. You are a complete idiot. You are a complete idiot. Can I take your luggage? Can I take your luggage? کجا بودیم؟ جلسه 36 از کلاس‌های آنلاین رایگان انگلیسی مثل آب خوردن توان گرفته است از انگلیسی مثل آب خوردن، قوی ترین و قدیمی ترین تیم آموزش انگلیسی به فارسی در ایران و در کل دنیا. سپاسگزاریم که در این کلاس حضور داشتید و ممنونیم که همراه ما بودید. میریم برای رفع اشکال ببینیم که بچه‌ها سوالی پامی داشته باشن یا اگر تمایل داشته باشن در گروه‌های رایگان ارسال تمرین شرکت کنن باهاشون صحبت کنیم.